قبل از اینکه ما بریم در اولگای تربیتی و الگوی فرزندپروری را برای شما باز کنم سی اصلا میخوایم برای شما بگم که این بسیار تاثیر داره برای ساختن الگوهای فرزندپروری این سی اصل چیه یا سه متغیر یا اینکه بگم که سه نکته مهم یکش کنترل یکش پذیرش ها، یکش محبت دقت کن دوستا پذیرش کنترل و محبت خب پذیرش چی است؟ گاهی وقت دیدیم من یک مثال سر خود میزنم من سه اولاد دارم بس سه شخصیت سه انسان که با یکدیگر متفاوته از لحاظ ظاهری متفاوته از لحاظ فکری متفاوته از لحاظ شخصیتی متفاوته خو طور نیست که من یک اولاد خود دوست داشته باشم یک دیگر کمتر چرا که من باید پذیرا باشم که من سه انسان سه شخصیت متفاوت دارم و سه, با سه انسان سر کار دارم که هر کدوم از اونها هوششان استعدادشان احساسشان علاقهشون با یکدیگر فرق میکنه اینطور نباشه که من یک اولاد خوده که چون رقمی که من دوست دارم همون رقم است همون رو بسیار دوست داشته باشم و سر اولادای خود همون رو چوب کنم که مثل بیادر خود باشین مثل خود باشین این رو گوش میکنه خوبیش هسته شما رو قم نیستید. نستین باید توجه داشته باشیم هر انسانی ویژگی مخصوص به خود داره وقتی طفل شما به دنیا میاد با استعدادهای نهفته در اون که او هست متفاوت است هر طفل استعداد خود داره وقتی مسیح اولاد دارم ممکنه یک از اولادم بسیار اهل علم باشه بسیار اهل درس باشه بسیار در مکتب و سین خود موفق باشه خب این اللهی درسی ممکنه پیشرفت کنه خب من این بپذیرم با همین استعداد مخصوص به خودش دوستش داشته باشم حمایتش کنم علاقه بهش نشان میدم با استعداد مخصوص به خودش خب اولاد دیگه هم ممکنه اهل درس نباشه بسیار هنرمند خوبی باشه ممکن است بسیار نقاش خوبی باشه خطات خوبی باشه دست هنری خوبی داشته باشه خب دلیل نمیشه بگم تو میسی بیادرت نیستی نه, نه. ایران من باید دوست داشته باشم و بپذیرم و همون رقمی که هست وقتی گب از والدین پذیرا میزنیم یعنی من اولاد خوده با تمام ویژگی های ظاهری و درونی از او باید من بپذیرم با تمام استعدادها و علایق از او اما رقم که هست مختص خودش هست من بپذیرم این میشه اصل دوم ممکن یک اولاد دیگه من بسیار اهل ورزش باشه مهم. نه اهل درس باشه نه هنر باشه بسیار در ورزش موفق باشه خب من ایره با همین خصوصیتی خودش باید بپذیرم ایره قبل نباشه بگم نه یا اولادای مو چیزی که من دوست دارم نشوده اون چیزی که من می‌خواستم نیست نه پس والدین پذیرا والدین هستن که اولاد با هر قسم که همونطور که ظاهر متفاوت داره علایق و استعدادهای درونی متفاوت است اما رقم که هست همون رقم قبول داشته باشه باز خانم علیزاده بیشتر از اینکه پدر و مادرها بین اولاد خودشان درگیر باشند که یک رقم است یک دیگه رقم است بسیار اولاد خود با اولاد دیگه مردم مقایسه میکنه, میکنه. متاسفانه باز بسیار آزاردهنده میشه بله. یک نفر در کل افغانستان میزنه یک نفر نمره اول کانکور میشه در تمام خانواده نگاه میکنه که در اولاد خود میزنه که چرا او یک نفر آجا. تو نبود تو نبودی بله. خب اولادی که, که نیسته، والدینی که پذیرا نیست چی رقم هسته، والدینی که پذیرا نیست دوست داره اولادش همو چیزی که او میخوایه همو شود <applause> ممکنه من در خورده دوست داشتم دکتر شوم شرایطش نبوده من دکتر نشدیم حال سر اولاد خودم میره پیاده میکنم چون من نشودیم چون من ناکام بودیم پس اولاد من باید دکتر شونه <applause> چرا که آرزویی که ما داشتیم باید برآورده کنه یا انجینیر شوه هر چیزی دیگه که دوست داشتیم در حالی که اولاد ما هیچ اهل دکتری نیست هیچ ذوق و شوق و استعداد دکتری رج نداره ممکنه یک هنرمند باشه شاعر باشه ولی من فشار میارم که تو باید امیر دکتر شوی کی نشود میگم وای ی اولاد ما هیچ به درد نمیخورد حتی خوش... خداوند کریم هم یک تکلیفی که در عهده انسان ها نباشه بر دوش انسان نمیگذاره ولی خب متاسفانه هر انسانی ظرفیت مخصوص به خود داره خداوندم زمان تکلیف داره تو ظرفیت جا داشته باشی پس ما با توجه به ظرفیت ها یعنی همو استعداد ها علایق و احساسات اولاد های از اونها انتظار و توقع داشته باشیم و اونها رو بپذیریم با تمام خوبی ها بدی ها نقص ها و استعداد ها هر آنچه که هستن همونطور بپذیریم دوست داشته باشیم حمایت کنیم و قطعا موفق خواهد بود اگر رقم باش اصل دیگر اصل کنترل است که همه این اصلا تاثیر داره روی الگوسازی سازی فرزن کنترل بعضی خانواده ها هستن که بسیار سر اولادای خودم به شدت کنترل داره کجا رفتی کی رفتی کی اومدی به همین ساعت باید خانه باشی یعنی قانون خانه اگر نکنی لتو کوب میشه مؤاخذه میشه بازخواست میشه بسیار هم رقم پادگان نظامی رو بسیار سر و سخت میگیره <applause> و بعضی از خانواده‌ها باز قبال از این هستند هستن که نه آنچنان قانون سفت و, سخت و سختی برای خانه ندارن، آنچنان باید و نباید شدید ندارن. خب این کنترل ضعف و شدت داره در بعضی خانواده ها بسیار شدیده در بعضی خانواده ها بسیار کم رنگ است این هم نقش داره روی الگو خب دوستا یک دیگه محبت است خب همه ما اولاد ما پدر و مادر ها اولاد خود دوست داریم یک اصل این کار ناپذیره و قبول داریم که محبت داریم نسبت به اولاد خود علاقه داریم اما تفاوت دهیه که یک پدر و مادر ابراز میکنه این محبت علاقه را ابراز میکنه فرزند خود در آغوش میگیره دو به صورت کلامی یا به صورت غیر کلامی میفهمانه که من دوست دارم محبت خود نشان میده اما بعضی از خانواده هستن که محبت نشان نمیده دوست داره دلیل خود دوست داره ولی به اولاد خود ابراز نمیکنه یا با روش های غیر متعارف مثلا ما یک نفر میشناختم که مثلا پدر خانواده اولاد خود میزد بعد میگفتم تو چرا میزنی میگفت که من چرا اولاد دیگه مردم نمیزنم من دلم میسوزه اولاد خود دوست میدارم میخوام که کار خوب کنه میزنم که متوجه شو. متوجه شم متاسفانه روش ها بسیار روش های غلطی هست شاید نیت خیر باشه اما روش روش مناسب ان که برنامه کمک کنه که والدین ما پدر و مادرای ما رویش های خود مثبت کنه تغییر بده ان با در جهت هم هدف های مثبتی که دارد پس دوستای عزیز همین سه متغیر یا سه اصل که گفتیم کنترل پذیرش و محبت کم و زیاد از این باعث میشه که شما یک الگوی تربیتی داشته باشید یک روش فرزندپروری مخصوص بر خود داشته باشید